تا حالا براتون سوال شده که شرکت گوگل چه جوری به وجود اومده و چه مسیرهایی را طی کرده؟ امروز می‌خوایم در مورد شرکت گوگل با هم دیگه صحبت کنیم. اینجا 1001 دانستنی و قراره هر روز کلی اطلاعات جدید بهتون اضافه بشه. گوگل یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه فناوری اطلاعات شامل جستجوی اینترنتی، رایانه، تبلیغات، نرم افزار و سخت افزاره. این شرکت توسط لوری پیج و سرگی برین پایه‌گذاری شد که هر دوی آنها در دانشگاه آکسفورد به عنوان دانشجوی دکترا حضور داشتند و با نام مردان گوگل شناخته می شدند. گوگل ابتدا به عنوان یک شرکت خصوصی در 4 سپتامبر 1998 ثبت شد و فروش اولیه سهام آن در 19 اوت 2004 انجام شد. لوری پیج و سرگی برین و اریک اشمیت قبول کردند که به مدت 20 سال یعنی تا سال 2024 در کنار هم کار کنند. هدف گوگل از آغاز سازماندهی کردن اطلاعات جهان و دسترس پذیر کردن اونها برای عموم بود. گوگل به طور تخمینی دارای بیش از 1 میلیون سرور در سراسر جهانه و روزانه بر روی بیش از 1 میلیارد درخواست جستجو و حدود 24 پتابایت داده تولید شده توسط کاربران پردازش انجام میده. قبل از اینکه ادامه بدم، برای اینکه از من حمایت بکنی ویدیو رو لایک کن و چنل رو هم سابسکرایب. گوگل از جهت فرهنگ شرکتداری غیر رسمی و خودمونی خودش شناخته شده. در فهرست بهترین شرکت‌ها برای کار کردن در مجله فورچون، گوگل در سال 2007 و 2008 در رتبه نخست و در سال 2009 و 2010 در رتبه چهارم بوده. فلسفه شرکت گوگل بر پایه اصولی خودمونی، همچون شما میتونید بدون شرارت پول به دست بیارید، شما میتونید بدون کوچه‌وار جدی باشید و کار کردن باید چالش انگیز و چالش باید شوخی و سرگرمی باشه استواره. ساختمان اصلی گوگل در مانهی ویو کالیفرنیا قرار داره و با نام گوگل پلکس شناخته میشه. واژه گوگل پلکس خود آمیخته دو واژه گوگل و کامپلکس به معنی مجتمع و پیچیده است و در اینجا منظور اینه که اجتماعی بسیار زیاد از ساختمان‌های گوگل در اونجا حضور دارن. تالار ورودی آنجا مملو از توپ‌های ورزشی و دوچرخه هاست. هر کارمندی میتونه وارد قسمت تفریحی شرکت شه که دارای ماشین‌پایی، رختکن، لباسشویی و خوشکن، اتاقای ماساژ، بازی‌های ویدیویی، فوتبال دستی، پیانو، میز بیلیارد و پینگ پونگ. علاوه بر اتاق تفریح، در آنجا اتاق‌های دارای غذا و نوشیدنی نیز وجود داره. موتور جستجوی گوگل در سال 1997 توسط لوری پیج و سرگی برین و اسکات ساخته شد. الگوریتم این موتور جستجو بدین گونه بود که صفحه‌های وب رو در خودش ذخیره می‌کرد تا کاربران بتونن هر موضوعی که دلخواهشون هست رو با بکارگیری کلمات کلیدی و عملگرها جستجو کنن. شماره صفحه‌هایی که تا سال 2016 در وبگاه گوگل ذخیره شده بودند 130 تریلیون محاسبه شد و این در حالی بود که تا سال 2013 شماره این صفحه‌ها 30 تریلیون تخمین زده شده بود. علی‌رغم محبوبیتی که این گونه جستجو داره، تاکنون توسط سازمان‌های بسیاری مورد انتقاد قرار گرفته. نیویورک تایمز در سال 2003 مدعی شد که ذخیره محتویات وبگاه‌ها گونه‌ای تخلف در حق تکثیر محسوب میشه. کاربران برای دستیابی به محتویات نیویورک تایمز باید در این وبگاه ثبت نام می‌کردن و مبلغی توسط اونها پرداخت میشد. اما گوگل قادر بود نسخه ذخیره شده این صفحات رو بدون هیچ گونه هزینه‌ای در اختیار کاربران قرار بده. همچنین 3 نفر از نویسندگان نیویورک تایمز در سپتامبر 2005 از گوگل به دلیل نمایش آثار آنها در بین نتایج جستجوی گوگل شکایت کردند و گوگل را متهم به نقض حق تکثیر و کسب درآمد از تبلیغات از طریق نمایش آثار آنها در بین نتایج جستجو کردند. در سال 2002 خدماتی با نام گوگل نیوز ارائه شد که اخبار روز رو به صورت کاملا خودکار از منابع خبری استخراج میکرد و کاربران در آن قادر به جستجوی خبرها بودند.
همچنین در اکتبر 2004 خدماتی با نام گوگل بوکس ارائه شد که با بکارگیری آن کاربر قادر بود تا واژه یا متنی که درون کتاب‌های موجود در پایگاه داده گوگل هست رو جستجو کنه و بخش محدودی از نتایج جستجو در کتاب رو هم ببینه. جستجوگر گوگل محبوب‌ترین خدمات این شرکته و در نوامبر 2009 گوگل با 65% از سهام بازار موتور جستجوی برتر در آمریکا بود. گوگل از راه این وبگاه روزانه صدها میلیون دلار دریافت می‌کنه. دامنه اصلی این وبگاه در اوت 2011 165 میلیون بار بازدید شده. ترتیب قرار گرفتن نتایج جستجوی گوگل بستگی به عاملی به نام رتبه صفحه داره. جستجوی گوگل با بکار بردن عملگرهای جبربولی مانند شمول و عدم شمول گزینه‌های بسیاری را برای کاربران قابل تنظیم کرده. الگوریتم گوگل در مارس 2011 تغییر یافت و به محتویاتی با کیفیت بالاتر ارتقا یافت. گوگل کروم یک مرورگر وب آزاد و رایگانه که در 2 سپتامبر 2008 بر پایه پروژه کرومیوم عرضه شد. گوگل نخست توسعه دهندگان موزیلا فایرفاکس رو استخدام کرد و در پایان محصول جدیدی با نام کروم رو عرضه کرد. نخستین نسخه آزمایشی آن برای کاربران سیستم عامل ویندوز در 100 کشور جهان عرضه شد. ولی گوگل اعلام کرد که نسخه های منطبق با سیستم عامل های دیگر را نیز منتشر خواهد کرد. در آن زمان اینترنت اکسپلور با اختلاف فاحشی بازار مرورگرهای وب رو در دست داشت و پس از آن نیز مرورگر موزیلا فایرفاکس محبوب بود. اما گوگل کروم پس از عرضه تونست با سرعت زیادی به محبوبیت برسه، به طوری که در سال 2011 با پشت سر گذاشتن فایرفاکس به دومین مرورگر محبوب تبدیل شد و در سال 2012 به محبوب‌ترین مرورگر تبدیل شد و همچنان در صدر مرورگرهای محبوب قرار داره. 95% درآمد گوگل از طریق تبلیغاته. گوگل از ادسنس و دابل کلیک نیز برای تبلیغ خودش استفاده میکنه. ادسنس برای کسب درآمد از اینترنت به وجود اومد که توسط شرکت گوگل در سال 2003 راه اندازی شد. در ادسنس اگر یک وبگاه بازدید روزانه بالای 10,000 تا وجود داشته باشه میتونه روزانه حداقل 10 دلار کسب کنه که البته این حداقل درآمدشه. برای هر کلیک از 1 صدم تا 10 دلار وجود داره و بستگی به میزان ترافیک وبگاه و موضوع وبگاه و کیفیت مطالبش داره و میتونه از ماهی چند دلار تا چند صد هزار دلار متغیر باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم کامنت کنید.